بیننده های عزیز تلویزیون آریانا سلام، خوشحالم که یک بار دیگر با پیشکش کردن برنامه جدید معلوماتی در خدمت شما عزیزان هستم. در این هفته مطلبی را برایتان انتخاب کردم در مورد اینکه چطور می توانید از زندگی لذت ببرید. همه انسان ها به نوعی در زندگی دچار مشکلات هستند. زندگی فراز و نشیب های زیادی دارد که به گفته بسیاری در مجموع زندگی را دلپذیر می سازند. مهم این است که انسان هنر این را داشته باشد که از زندگی خود لذت ببرد. برای این کار، یعنی لذت بردن از زندگی، چند کار کوچک را تمرین می کنیم. با اطرافیان ارتباط برقرار کنید. شاید بگویید شما با خیلی ها در ارتباط هستید، اما باید این دقت را کرد که در بیشتر موارد طرز ارتباط ما با افراد پیرامون بیشترین شادی را در زندگی به ما می دهد. بهترین راه لذت بردن از کار به جای ارتقاء شغلی داشتن ارتباط خوب با دوستان و همکارانتان باشد که می تواند در ایجاد لذت در شما بسیار مؤثر باشد، توصیه خاصی نیست. فقط سعی کنید با کسی که راحت هستید و علاقه اندیشه های مشترک دارید ارتباط و رابطه دوستی برقرار کنید تا بیشتر لذت ببرید. برای خودتان لذت های ساده ای ایجاد کنید. خوردن یک سیب پاک، نوشیدن یک گلاس چای تازه دم، پرداختن به حل جدول یا حتی پختن یک غذای ساده و خیلی موارد دیگر. شاید درست باشد که بگوییم این کارها زیاد هیجان آور و فوق‌العاده نیستند، اما باید برای خیلی از ما که معمولاً درگیری‌های ذهنی خودمان را داریم، میتواند باعث شادی و نشاط باشد. به این شرط که موقع پرداختن به این کارهای کوچک و لذت بخش، همه فکر و حواسمان را به آن مشغول و معطوف کنیم و درگیری‌ها و دغدغه‌های روزمره را در آن چند لحظه به یادمان نیاوریم، مطمئناً با این کارهای کوچک و لذت بخش زندگی لذت بخشی پیدا خواهیم کرد. از تمام روزتان لذت ببرید. سعی کنید که از هر روز لذت ببرید. صبح زود بیدار شوید و با دید مثبت به آن روز نگاه کنید. به خاطر شروع یک روز جدید هیجان داشته باشید. این درست است که گاهی اتفاقات ناگواری به وجود می آید و روز خوبی را برای ما رقم نمی دهد. اما اگر حداقل سعی کنید که شاد باشید، شانسی برای لذت بردن از زندگی وجود خواهد داشت. بسیاری از مردم لذت بردن از وقت استراحتشان را می دادن و برای آن برنامه ریزی می کنند و حتی مبلغی را هم به اختصاص آن می دهند. اما بسیاری این را نمی دانند که کار کردن هر نوع کاری که باشد هم می تواند شادی آفرین باشد. تصور اشتباه ما این است که فقط کار خستگی می آورد، که این تصور اشتباه را می توان اصلاح کرد. راحل های زیادی برای این کار وجود دارد. به عنوان مثال، آنچه را که دوست دارید انجام دهید، یعنی به کار بپردازید که قبلا درباره آن فکر کرده اید و با روحیات و شرایط فیزیولوژی شما هماهنگ باشد. هرچند می دانم که در این دوره‌ای که ما زندگی می کنیم باید به حداقل ها قانع بود، پس پیشنهاد می کنیم حالا که برای پیدا کردن شغل مورد علاقه تان راهی نیست و از طرف دیگر نگران از دست دادن شغل فعلی تان هستید، راه های دیگری را برای شادی و نشاط روحی در کار و زندگی فرا بگیرید و تجربه کنید. خب بیننده های عزیز، این بود برنامه این هفته تان و تا هفته دیگر شما بیننده های عزیز را به خداوند بزرگ می سپارم. خدا حافظ.